بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل پنجم افاده های الجبری درس دوم ما و شماست امروز خب شاگرده عزیز هدف درس امروز ما و شما چی است تجزیه به روش فاکتورگیری درست است اول ما میگیم تجزیه چی است و بعد به روش فاکتورگیری چه رقم میشه و در رابطه با درسی که سال قبل شما در سن هشتم خواندید مطابقت ها کمی تشریح میکنیم که یادتان بیایه چون او هم چی بود او هم به ما و شما تجزیه میکنه درست است و بخیر مطابقت های دیگر باز در درس های بعد ما و شما میخوانیم صحیح پس قبل که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانی درس گذشته رو باید با ما روان میکردین از طریق واتساب نمبرش هم خودتان بگین 20964 780 255 40 13 درست است چه عزیز اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم پس شاگرده عزیز بریم سر تخته و درس خود شروع میکنیم امروز پس با ما همراه باشید خب شاگردای عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است های فصل ب... درس که فصل جدیدی که ما و شما میخوانیم چی است افاده الجبری درس اول خواندیم یاد تا افادههای افاده رو چی گفتیم گفتیم افاده های الجبری رو ما و شما به سه دسته مهم تقسیم کردیم دسته بندی کردیم درست است اول چی بود پولینوم ها یا چند حد بعد از چی است گفتیم دسته دوم میشه ناطق افاده های الجبری ناطق و افاده های الجبری غیر ناطق و چند حد دار ما و شما گفتیم یا یک حد هست یا دو حد دست یا سه حد هست و با اون شکل تا لایتنایی میتانه پیش بره درست است؟ پس پولینوم ها یا چند حد ده ها خب شاگرده عزیز آل ما و شما چی داریم؟ درس امروز ما و شما چی است؟ تجزیه به روش فکتورگیری خب تجزیه چی است؟ من تجزیه نوشته میکنم پس تجزیه اول نوشته میکنیم تعریف میکنیم چی و بعد به روش فاکتورگیری براتون میگیم چه میشه خب تجدید به شکل میگم که اگر ما و شما یک تا افاده الجبری یا یک تا چند حده باشد فرق نمی کنه ما و چند حده چون درس ما و شما حده چند حده رو گفتیم در امثال می ناطق و غیر ناطق در سالهای بعد میخونیم پس فعلا افاده الجبری ما و شما فقط هم چند حده است پس اگر تجزیه به شکل است میگیم اگر ما و شما یک تا افاده الجبری یا یک چند حد داشته باشیم که با یک درجه درجه خب میفهمین چی هست که درجه چی است بلندترین توان متحول اینو میفهمین درست است خب اگر افاده الجبری ما و شما چی باشد با یک درجه باشد ما بتونیم میره به شکل ضرب دو تا چی افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کنیم به این میگن چی تجزیه پس میگیم که تجزیه اگر یک افاده الجبری را را به شکل به شکل دقت کن شگرده عزیز ضرب دو یا چند میتونه دو باشد میتونه دو تا بیشتر باشه سه تا باشه چهار تا باشه فرق نمیکنه اگر یک افاده الجبری رو به شکل ضرب دو یا چند افاده ال... افاده الجبری دیگر افاده الجبری با درجه کمتر دقت کنید با درجه کمتر بنویسیم میگوییم که آن را تجزیه کرده ایم که آن را تجزیه کرده ایم خب تجزیه هم معنای کلمه تجزیه هم این دیگه جدا جدا کو سیست جدا جدا میشه تجزیه پس تجزیه بهش یک تعریف میکنیم اگر یک افاده الجبری را یک افاده الجبری یک درجه داره بر خود 100 فیصد دیگه را به شکل ضرب دو یا چند دو تا یا سه تا یا چهار تا فرق نمیکنه افاده با دو یا چند افاده الجبری دیگر با درجه کمتر دقت کن پس این دو نکته بسیار مهم است من زیرش خط میکشم براتون به شکل چی باید باشد ضرب باشد به شکل ضرب دو یا چند افاده الجبری با درجه کمتر این دو نکته رو باید داشته باشد این دو نکته رو مراعات کنه میشه چی تجزیه کردن صحیح است پس تجزیه کردن یک افاده الجبری معناشی است که ما و شما اگر یک افاده الجبری رو به شکل ضرب دو یا چند افاده الجبری با درجه کمتر بتونیم نوشته کنیم با اون میگن تجزیه کردیم خب حالی چی رقم میره تجزیه انجام بدیم راه های تجزیه ما شما دو تا ما شما فعلا میخوانیم یک تا مطابقت هاست که دو مطابقت شما در سال گذشته خواندین صحیح است در سال گذشته در سین فشتا مطابقت دو مطابقت خواندن مطابقت مزدوج و مطابقت چه مربع دو حده حد است. او با ما چی میکرد؟ او با ما تجزیه میکرد و یک تا امروز ما, شما امروز چی میخوانیم؟ رویش فکتورگیره میخوانیم رویش فاکتورگیری چی رقم است؟ پس من اول شاگرد عزیز من چه میکنم یاداوری میکنم مطابقت های سال گذشته را که یادتون باشد مطابقت های سال گذشته به این بود دیگه دقت کنید شاگرد عزیز به بود ای جمع کل مربع به این گفتم مطابقت چی؟ مطابقت مربع دو حد چی میشه فرمولش؟ میشد ای مربع جمع دو چند حد ای در بی یا دو, 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 برابر ای در بی سیست و جمع بی مربع این چه بود؟ فرمول مطابقت مربع مربع دو حده دو حد داریم و کل مربع داریم سیست؟ و دیگه حالت دیگه شن به شکل بود ای منفی بی کل مربع مساوی میشه با ای مربع منفی دو ای بی و جمع بی مربع سیست؟ یار در سنف اشت خوندیم میاره باشد به با یا میگیم چی؟ به یا میگیم چی؟ شکر عزیز چی است؟ به یا میگیم که مطابقت مربع دو حد ده مربع دو حد. مربع دو حد سیست میتونه بینش مثبت باشد یا منفی باشد با عنوان مثال دقت کنید با عنوان مثال ما شما داریم چی؟ داریم دو اکس مثبت سه وای کل مربع دقیقا ای از کدام است؟ از فرمول اول است فرمول اول A ما شما همین دو ایکس است پس ای A است و ای هم چی است همون بی است سه نگاه کنید فرمول اول A جمع بی کل مربع پس میشه اولی مربع یعنی A مربع A ما شما چی است پس میشه دو ایکس مربع جمع دو ای بی جمع دو چند ای در بی ای ما شما دو ایکس است ما شما سه وای است دو در دو ایکس زب در سه وای جمع بی مربع بی ما شما چی است؟ سی وای جمع سوای کل مربع خب اگر اختصار کنیم شاگرد عزیز من در اینجا نوشته میکنم این توان دو یا مربع ما شما هم از دو است هم از ایکس است دو مربع چند میشه چهار میشه پس x در مربع میمانیم میشه چهار x مربع پس جواب آخر ما شما میشه چهار x مربع صحیح است و رو باید ضرب کنیم ضرب چی چند حد ضرب چند, چند تا یک حد ضرب دو در هم ضرب میشه حروفا در هم متحولات متع... در هم دو ضرب در دو چهار ضرب در سه؟ چند میشه دوازده پس میشه دو مثبت دوازده x y سه است و در آخر این مربع هم از سه است هم از y است سه مربع تو چند میشه نو آفرین و میشه چه مثبت نو وای مربع سیست خویی که اختصار نمیشه چرا؟ چون اینا یک حده های مشابه نیستن یک حده مشابه جلسه پیش خواندیم دیگه نه یک حده هایی که خن قسمت حروف اونا یا قسمت متحول آنها این هم باشد که نیست X X مربع است X وای است یا وای مربع با هم اختصار نمیشه پس یک حده شد سیست پس دقت کن شاگرده عزیز پس این مطابقت است؟ مطابقت یک حد مربع دو حده. که سال قبل خوانده اما یک مطابقت دیگه هم سال قبل خوانده بودیم به نام مطابقت مزدوج فرمولش به این شکل بود دقت کنید ای مربع منفی بی مربع تبدیل به دو قوس میشه یک بار ای مثبت بی و یک بار هم ای منفی بی صحیح پس این فرمول ما شما داریم به این میگیم مطابقت مزدوج به این میگفتیم مطابقت یعنی هر دو رو میگیم مطابقت های چی مربع دو حد و یا مطابقت مزدوج صحیح پس این مربع مربع دو حده و این چی هست نامش مزدوج خب شاگرده عزیز به عنوان مثال من یک تازی کار کنم باز درس امروز خود شروع میکنم اینا چی هست؟ اینا یادآوری سال قبل است چون در تجزیه اینا کاربرد دارد سعیست؟ خب به عنوان مثال دقت کنید به عنوان مثال ما شما x مربع منفی 4 داشته باشیم x مربع منفی 4 خب به 4 ما میتونم چی نوشته کنم شاگرد عزیز به 4 میتونم نوشته کنم 2 مربع چون 2 مربع چند میشه 4 میشه پس ما x مربع خودش نوشته میکنم x مربع منفی 4 رو نوشته میکنم 2 مربع صحیح خب این دقیقاً کدام است یعنی فرمول است نگاه کنید a مربع a, a ما و شما x است b ما و شما 2 است پس طبق فرمول از چی میشه دو تا میشه دو تا قوس میکشیم او اول مربعش کش میکنه ای جمع بی ای منفی بی سیست پس میشه ایکس ایکس جمع دو ایکس منفی دو پس ایکس جمع دو در ایکس منفی دو سیست شاگرد عزیز پس دقت کنید امی چی است امی که کار کردیم ما شما کردیم امی تجزیه است چرا چون تجزیه چی است اگر یک فاده الجبری را به شکل ضرب دو پس دقت کنید. یک فاده الجبری داریم ما شما x مربع منفی 4 درجه از چند است دو است نظر به ایکس دیگه متعامل ما شما ایکس هست درجه دو هست. تبدیل به چی شده داخل دو تا قوس چی هست بین دو تا قوس هیچ علامه نیست علامه چی هست علامه ضرب است آفرین پس بین دو تا قوس ما شما ضرب است به شکل ضرب دو تا افاده الجبری نوشته کنیم. که چی هست درجهش کمتر است درجه افاده الجبری اول ما شما چند بود دو بود اما درجه قوس چند است یک است از دو کمتر میشه دیگه صحیح پس عملا ما ایکس مربع منفی 4 رو تجزیه کردیم با چی با یک اک در اکس جمع دو در ایکس منفی دو از چی از مطابقت مزدوج پس تجزیه رو ما و شما سال پیش خوانده بودیم فقط یک روش خانده. دو تا مطابقت خوانده مطابقت مربع دو حد و مطابقت مزدوج درست است حالا ما و شما مطابقت های دیگه هم داریم که ما در سال درس سا در بعد میخونیم در درس های بعد ما شما ادامه مطابقت ها رو میخانیم. ولی امروز ما چی تجزیه بر فاکتورگیری را میخوانیم سیست پس ما با شما اگر یک چی داشتیم افاده الجبری یا یک چند حده پولینوم داشته باشیم اگر بتانیم با اگر بفهم از این مطابقت ها مش استفاده کرد که استفاده میکنیم تجزیه میکنیم اما اگر نشد از فاکتور گیری استفاده میکنیم سیست و باز اگر نشد باز در سای بعد ما شما مطابقت های دیگه میخوانیم پس ما تختر را پاک میکنیم شاگرد عزیز و تجزیه را به روش گیری را میگم که به چه شکل میباشد یک تا مثال کار میکنیم تشریح میکنیم برایتان سیست پس شاگرد عزیز همراه باشید خب شاگردای عزیز و گرامی پس درس امروز ما و شما چی بود تجزیه به روش فاکتورگیری پس من نوشتم میکنم فاکتورگیری یا بعضی از کتاب ها فاکتورگیری چی نوشته میکنم مشترک گیری پس من نوشتم میکنم فاکتورگیری یا مشترک گیری و چی هستی خب دقت کن شاگردای عزیز ما و شما اگر چی داشته باشیم یک تا افاده الجبری یا یک تا چند حده داشته باشیم به با عنوان مثال دو اکس مربع منفی پنج اکس سیست یک تا دو حده است دیگه یا میگم یک افاده الجبری است خب این را گفته تجزیه کنید تجزیه بر روش فاکتورگیری خب در روش فاکتورگیری به شکل است دقت کن شاگرد عزیز ما در ذهن خود میگم می که در ذهن خود میگم که یعنی 2x مربع معنایش چی است معنایش است که این 2x مربع بوده دو ضرب در x ضرب در x چون x مربع یعنی دو بار x در خود ضرب شده و علامه بین دو و x هم هیچ نباشد چی است ضرب است پس دو ضرب در x ضرب در x بوده صحیح است و منفی 5x چی بوده منفی 5x به شکل است دقت کنید شاگرد عزیز منفی پنج x بوده منفی پنج زبدر در x پس منفی پنج زبدر در ولی علامه بین نیست؟ ضرب است دیگه پس حد اول ما و شما بوده دو زبدر در x زب در x حد دو ما و شما چی است؟ منفی پنج زبدر در x خب شاگرده عزیز بین از این دو چی مشترک است؟ مشترک گیری سه نام شده دیگه چی مشترک میبینیم فقط یک تا x بین اردوش مشترک است سایست؟ بین هر دویش یک تا ایکس مشترک است خب اما مشترک من نوشته میکنم اما مشترک ما چه مشترک ما و شما ایکس است پس ما هم مشترک نوشته کردیم مشترک یک تایی بود و یک تا نیم مشترک بود دیگه صحیح است مشترک رو نوشته میکنیم یک تا قوس باز میکنیم پس بین ایکس و ای قوس چی است هیچ علامه نمیمانیم هیچ نمونیم چی است شاگرد عزیز بگین شما ضرب است آفرین یک تا قوس باز میکنیم خب x که از مشترک دای دا پوش نوشته کردیم چی میمونه یک دو میمونه یک تا x میمونه پس میشه 2 صحیح و از دوم ایکس مشترک رای پشت نوشته کردیم. چون یعنی پشت که نوشته بکنیم پشت قوس نوشته بکنیم ارد مشترکان نوشته میکنیم صحیح است یک بار نوشته میکنیم خب یک ایکس مشترک دای دا نوشته کردیم. از این فقط یک تا منفی 5 میمانه پس میشه منفی 5 قوس بسته میکنیم امق صحیح پس به چی میگن فاکتور گیری یا مشترک گیری اصطلاحا میگیم ایکس مشترک گرفتیم یا فاکتور گرفتیم خب این چی است تم تجزیه است چرا چون دقت کن شاگردان عزیز تجزیه چه گفتیم اگر یک افاده الجبری درجه از افاده چند است بلندترین توان ما شما چند است دو است به شکل ضرب دو یا چند افاده الجبری دقیقاً بین اکس و قوس چی است هجلمانی سلام چی است ضرب است پس یک افاده الجبری هم یک افاده الجبری نوشته و درجه اینا چی کم است کمتر است توان ایکس ما شما چند است یک است توان اینجا چند است اینجا درجه است پس یک درجه را ضرب دو تا درجه یک تبدیل کنیم پس میگن چی؟ تجزیه پس چی شد فاکتورگیری یا مشترکگیری یک روش است برای تجزیه و او چی است به شک گفتیم این دزن... اینا رو با در ذهن خود نوشته کنی چند بار تو در کتابچه نوشته کو مشکل نیست ولی دیگه کم کم در ذهن خود باید نوشته کنی به اینا چه مشترک است نوشته میکنی یک تا مثال دیگه کار کنیم شاگرد عزیز به عنوان مثال دقت کنید 4 ای مربع بی مثبت 2 ای بی مربع دقت کنید چند حد است؟ دو حد یک حد دو حد درست است خب شاگردای عزیز 4a مربعی چی بوده در اصل 4a مربعی بوده میتونم بگم 4 ما 4 میتونم 2^2 در دو نوشته کنم بله دوی در دو هم میشه چند میشه 4 دیگه صحیح است پس میشه دوی زبدر دو. زبدر ضرب در a ضرب a چرا a چون a دو مربع داره دو بار صحیح است و یک تا بی هم داریم ضرب در پس چی شد زب در دو a a b و دو ای بی چی است دو ای بی دو ای بی مربع این رو باز اینجا نوشته می‌کنم این میشه دو ضرب در ای ضرب در بی ضرب در بی صحیح شاگرد عزیز خب بین اینا چه مشترک است بینشون دقت کنید یک تا دو مشترک است پس ما دورش خط می‌کشیم یک تا دو مشترک است دیگه هم یک تا دو داریم صحیح دیگه چی داریم یک تا ای مشترک داریم یک تا ای اینجا دا داریم یک تا ای اینجا دا داریم و یک تا هم چی داریم بی داریم بی اینجا دا یک تا بی داریم اینجا دا هم یک تا بی می‌گیریم صحیح پس مشترک ها شی میشه دو ای بی پس ما دو ای بی رو میتونم مشترک بگیرم پس دو ای بی رو مشترک میگیریم دو ای بی صحیح با ما کمی مرتب تر نمیشته کنم پس دو ای بی رو مشترک میگیریم قوس باز میکنیم دو ای بی رو مشترک گرفتیم خب مشترک ها ازیر بکشه چی میمونه یک تا دو فقط میمانه یک تا ای میمانه پس دو ای پس داخل قوس یک دو ای نوشته میکنیم و دو ای بیش مشترک بگیره فقط یک تا بی مانده خب علامه چی است علامه بین چی است علامه بین مثبت است پس میشه مثبت بی صحیح دای قبلی نگاه کنید چه عزیز ما میتونیم به این شکل بگیم بگیم ان دو زب در x مربع بوده دو ضرب در x در x دای بوده پنج ضرب در x بگیریم این علامه رو در وسط با مشکل نیست خب از مشترک x چه مشترک گرفتیم بین از این چه ماند از این 5 ماند 5 علامه بین از این علامه بین میتونیم بگیریم فرق نمیکنه این میشه پس در اینجا ما ای گرفتیم دو ا بی در مشترک است هم دو ا بی مشترک نوشته کردیم یک تا قوس باز میکنیم حالا غیر ها. یک تا دو است. یک تا ای. پس دو ای. از دومی غیر مشترک چی است کلش مشترک فقط یک تا بی مانده و بی علامه ندار علامه چی مثبت است یا میتونیم این علامه وسط بگیریم میشه مثبت بی پس ایرا ما به شکل ضرب یک یک افاده الجبری و دیگه افاده الجبری به ضرب دو تا افاده الجبری با درجه کمتر نوشته کردیم پس چی شد تجزیه کردیم درست است پس شاگردان عزیز تجزیه رو تعریف کردیم تجزیه دو نکته بسیار مهم داشت اگر ما یک افاده الجبری را به شکل ضرب دو تا یا چند تا افاده الجبری با درجه کمتر ضرب باشد باید, باید بینش و درجهش کمتر باشد نوشته کنیم میگیم تجزیه کردیم درست است اما راه های تجزیه چی است راه های تجزیه مطابقت هاست و فاکتورگیری مطابقت ها در سال گذشته دو تاش خوانده بودیم امسال باز دیگه می خوانیم ما مطابقت بازم داریم که در درس های بعد میخوانیم. سال گذشته کدوم مطابقت ها رو خوانیم یا تا بگین براتون گفتم مطابقت مربع دو حد و مطابقت مزدوج درست است و امثال چی را خواندیم فعلا درس امروز فاکتورگیری رو خواندیم تجزیه به روش فاکتورگیری یا گفته مشترک گیری درست است خب شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم خب شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه کار کنیم مثال افاده های زید را تجزیه کنید مثال افاده های زید را تجزیه کنید خب و ما و شما نمیگه از کدام روش تو از هر کدام روش تا نیست با تجزیه کنی یا مطابقت هست یا فاکتور گریسته درست است افاده اول ما و شما به عنوان مثال x مربع منفی x این رو ما هم تجزیه کنیم خب این مطابقت هست میگیم نه چون مطابقت های سال قبل یاد ما است فرمولش به شکل نیست درست است خب این چی است این فاکتور چه رقمی تجزیه میکنیم شاگرد عزیز باز در زن خود میم نوشته میکنیم x مربع چی بوده؟ x مربع نامش در اصل بوده x زب در x درست x زب در x بوده x مربع و x چی بوده؟ x خود خود x است دیگه خود x است فقط یک نکته شاگرده عزیز وقتی که یک x داریم میتونیم x در پشت از یک عدد داریم دیگه نه؟ و عدد چند است؟ میتونیم نوشته کنیم یک x x میتونیم یک x یک زب در x نوشته کنیم خب آفرین پسی بوده یک زب در x در اصل نکته شمیسته شاگرد عزیز مشترک بینشان چی است یک تا یک صاف فرین ایکس ما و شما مشترک میگیریم قوس باز میکنیم از اول ایکس بگیریم یک تا ایکس میمانه پس ایکس از دوم ایکس بگیریم چی میمانه ایچ چی نمیمون یعنی می یک میمانه یعنی یک نوشته کنیم این بسیار مهم است یک و علامه بینشان چی است منفی پس میمانه منفی یک صحیح است پس فرمول چی رقم شد پس اگر شما و ما و شما مشترک کل از دوم کلش مشترک گرفتیم ایچ نمون اون یک عدد پشت سرش یک میکنیم صحیح بعدی مثال بعد باوند مثال ما و شما هست x به توان 4 منفی 3 x به توان 3 مسبته 2x مربع صحیح است همین صحیح است همین م... کار میکنیم خب سه تا است فرق نمی‌کنه 10 تا باشد فرق نمی‌کنه ما x به توان 4 چی بوده در اصل x به توان 4 بوده x ضرب در x ضرب در x ضرب در x صحیح است خب من 3x به توان 3 چی بوده بوده سه زب در x زب در x زب در x و دو x مربع چی بوده بوده دو ای. زب در x زب در x بینشان چه مشترک است چقدر عزیز بینشان میتونیم دو تا x مشترک بگیریم صحیح یک تا x و یا x دو تا در اینجاست دو تام در اینجا مشترک بگیریم و دو تا در هست. سه تا نمیتونیم چون آخری سه تا x نداره صحیح است دو تا فقط داره خب پس x زب در x فاکتور میگیریم x زب در x بین ضرب است یعنی هم x مربع است دیگه نمیتونیم چی است یا شاگرد از دقت کنید x زب در x فاکتور x زب در x توانای از یک است دیگه هم x مربع میشه دیگه صحیح است پس به که x زب در x نوشته کنم من x مربع نوشته میکنم پس x مربع را هم میگیم فاکتور میگیریم صحیح است پس x مربع را ما شما فاکتور گرفتیم خب از اول x مربعش فاکتور بگیریم چی میمونه دو تا x میمونه یعنی x مربع میمونه پس یک x مربع دیگه میمونه و از دوم x مربع فاکتور بگیریم 3x میمونه 3 و x میمونه علامت چی است علامتش منفی است دقت کنید علامت بین باید نوشته کنید پس منفی 3x میمونه منفی 3x و از آخر از آخر x مربع دو تا x یا x در x فاکتور بگیریم بخش از آخر در است x ضرب در x فاکتور بگیریم فقط یک دو میمونه علامت بینش هم مثبت است مثبت دو سایز شاگرد عزیز پس تا نیستیم چیکار کنیم پس ما تا نیستیم ای را فاکتور بگیریم یا تجزیه کنیم به روش فکتورگیری درست است پس شاگرد عزیز ما و شما گفتیم تجزیه بس ما با نوشته کنیم در اینجا تجزیه دو راه دارد یک تا چی است مطابقت و یک تا فکتورگیری ما شما رو باید بخوانیم که فکتورگیری امروز خواندیم و مطابقت ها رو دو تا مطابقت سال قبل خواندیم باز دیگه مطابقت ها رو در امسال در درس های بعد ما شما میخوانیم صحیح پس تفاهم هم شد دیگه درست از شاگرد عزیز <متصفيق> خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما و شما خلاص شد تجزیه به روش فاکتورگیری یا مشترکگیری پس من ما تیک مارک میکنم و موضع کارخانگی ما و شما کارخانگی ما و شما چی است تمرین های صفحه 132 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال کدام مشکل در حل کارخانگی دارید با ما در ارتباط شوید شاگردای عزیز پایان درس دوم از فصل پنجم عزیزان مانده نباشین بخیر باشین خدا